کرده اینا بس. انتخاب بازیگرا انتخاب اولانه براش بد نیست که شما انتخاب پیرزاده و انتخاب پردیس هم صحبت کنید. بله پردیس در واقع اون زمان که نوید کست شد خانم فرشته حسینی هم به عنوان کوپلشون چون خیلی صورتشون به سیمای ترکمنان نزدیک پردیس هم فرشته حسینی منظور اون بازیگری که توی چیز بازی کرده بود توی سونامی هم بازی کرده و توی فیلم چیز هم بازی کرده فیلم برادران محمودی آره برادران بله و خیلی با هم کوپل جالبی شده بودن تو عکسایی که گرفتیم و حتی عکس نوید اومد عکسم گرفت ما تمرین می‌کردیم مال این یه هفته بله آه. و یعنی قبل از زمانی بود که ایشون داشت می‌خواستم برم ونیز جایزه‌شون رو بگیرم برای یه فیلم بدون تاریخ بدون امضا اون زمان ما تمرین شروع کردیم بعد ما یه پازی شد 8 ماه فیلم متوقف شد و دیگه وقتی برگشتیم نوید سر سرخپوست چرا متوقف شد به دلیل مشکلات در واقع پروداکشنی و زمان بندی یعنی ما یه حتی تو مثلا تو کستمون کستای عمل فنیمون هم و سفر هم رفتیم خیلی هم کارامونو کردیم یعنی حدود یک ماه پیش تولید جدی کمتر از یک ماه سه هفته پیش تولید جدی هم کردیم ولی به یه شرایطی خوردیم که مجبور شدیم به توقف و بعد یه فصل از دست دادیم و بعد به یه جایی رسید که من باید دیدم که به شکل ترسناکی داره تو مغزم همه چی بیات میشه و اون چیزش درخشش بیمزه میشه یکم و فکر کردم با خودم که من باید تحت هر شرایطی شروع کنم و نقطه آرامش هم میرسعید بود و خیلی در واقع مشتبا و پردیس هر دو انتخابای اول بعد از اون ماجرا بودن یعنی وقتی ما وارد فاز دوم شدیم که بالاخره بریم تو پیش تولید و آقای سعدی اضافه شدن به پروژه هر دو جز به انتخابه اولم بودن پردیس و راستش خیلی صورتش به نظرم به ترکمن ها نزدیک بود و بسیار بازیگر میلیمتریه یعنی جز بازیگریه که خیلی دلش میخواد که باش حرف اندازه و میلیمتر رو یه ذره این برای یه ذره یعنی بیشتر از اون که دلش بخواد با هم مود بسازین دلش بخواد که آن کادرو تمیز تکلیفش روشن باشه و غیر ممکنه که اون رو دست بزنه یعنی جوری برای من خط نگهدار فلانام بود واقعا مشتاق هم صورتش برای من عزیز یه آدمی بودش که باید نقطه تنها آدمی بود که خوبی مطلق یعنی به نظر میرسه خود کاراکتر خیلی بالا پایینی نداره و یه جور قرار بود تعارضی باشه که در مقابل ضد قهرمانمون بالانس کنه دیدگاهی فیلمو و خیلی من عاشقانه عزیز رو دوست داشتم یعنی من عزیز اون آدمیه که همیشه آرزو دارم که خودم باشم و همین دلیل خیلی برام ریسک داشت که صورتی می‌خواستم که تو ثانیه آدم باش سمپاچ یعنی دارم می‌خواست هر کس می‌بینتش نفهمه چرا عاشقش شد و فکر می‌کنم که مشتاق پیرزاده یه قلبش خیلی تو صورتش معلومه و خیلی آدما راحت باش همراه میشن یه گرمای ذاتی داره من فکر کنم تو فیلم تختی هم دیدمش فکر کنم اشتباه نکنم اصلا از فیلم ما رفت سر تخت آره تختی هم دیدمش آره تختی هم بازی کرده آره آره البته فیلم دورمیشان هم بازی کرده فیلم مجبوری من بازی کرده حالا فیلمای آقای برادر محمودی اصلا یه سریال که نقش اصلیشو بازی کرده اونو من ندیدم شکستن هم زمانه ندیدم ولی چیزو نه فیلم تختی من یادمه تختی بازی کرده از فیلم شما رفت سر تختی دیگه آقای ملکان دید بردش در تخت دیگره